خب ما الان اینجا از این عکسمون استفاده کردیم. حالا اگه بخوایم یکم بیشتر شبیه این بکنیم و خب از متغیر نام و فصل و نمیدونم ژانرش هم استفاده بکنیم به چه صورت میشه؟ ما الان میخوایم این قسمت رو ایجاد بکنیم و خب من تا حالا با کالمن و رو اینا شما رو آشنا کرده بودم و خب اگه دقت بکنید این ویجت ها زیر هم نیستن، یه جورایی روی همن. یعنی این ویجت ما روی این عکس اصلی ما قرار گرفته. وقتی بخوام چند تا ویجت روی هم قرار بگیره باید از ویجت استک استفاده کنیم. میایم به عنوان این چایلد کانتینرمون از استک استفاده کنیم. استک چیلدرن داره. چیلدرن اولش این خب یه کانتینر باشه. نمیدونم ویدثش به اندازه صفحه باشه، به اندازه این خود کارت ما باشه. هیتش هم باشه size.height 18 سال درسته به همین صورت. و خب رنگش، رنگش اگه دقت بکنید یه رنگ سیاهیه که یه جورای شفافه و زیرش مشخص میشه. بر پیاده سازی به چه صورته؟ خب ما رنگمونو می‌نویسیم، این خب رنگت مثلا مشکی باشه. ویت اوپاسیتی یعنی با اوپاسیتی 0.7. وقتی ما از استک استفاده میکنیم این ویجت ما ممکنه هر جای قرار بگیره، درسته؟ اگه من اینجا بگیرم ممکنه مثلا بالا قرار بگیره و خب ما میخوایم که این پایین قرار بگیره دیگه. این کانتینرمون رو از این ویجت ارسپری میکنیم تحت عنوان پوزیشن، هم تو که از اسمش مشخصه قرار به این پوزیشن بده. به چه صورت میگیم؟ خب مثلا تو از باتمت صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی فاصلت از پایین صفر باشه. میکنم کافیه روی راست و چپ رو نمیخواد بنویسیم چون ما اینجا عرض کاملی گرفتیم. خب به همین صورت دقیقا شد همون چیزی که ما خواستیم. خب حالا به عنوان چایلدش ما اینجا سه تا متغیر زیر هم داشتیم. به عنوان چیلدرن به این صورت به اینجا ما اسمشو داریم، نام فصلشو داریم و خب ژانرشو داریم. خب اول از همه یه متغیر تعریف میکنیم. حالا میخوایم از اون مدلمون استفاده کنیم. یه ویجت دات سریز دات از نیمش ما استفاده کنیم. یه استایل بهش میدیم. خب رنگ باید سفید باشه. اگه دقت بکنید خب این نوشته نسبت به نوشته‌های دیگه هم کلوفتره هم رنگش مشخص تره. کنم رنگشون هم یکی باید باشه ولی خب زخامتشون فرق کنم. W900 باشه. می‌بینید این قسمت مثل ما ایجاد شد. خب یه سایزی بهش میدیم، این فونت سایزت باشه سایز داد ویدث داد 400. خب اندازش درسته. حالا می‌بینید که خب این چسبیده سمت راست. واسه این که بیاریمش سمت چپ و اول از همه یه کراس اکسس الایمنت می‌نویسیم. این کراس اکسس الایمنتت باشه استارت به این صورت. و خب باید یه پدینگی هم بدیم چون این خیلی چسبیده به بالا و سمت چپ. اگه دقت بکنید اینجا یه فاصله هم از بالا داره هم از سمت چپ داره. برای این کار ما اینجا به پدینگ میدیم. خب پدینگ edges.symmetric horizontal size.width. 200 ببینیم چجوری میشه. یکم بیشترش میکنیم و خب از بالا و پایین هم یه اندازه‌ای داشته باشه. خب درست. حالا میریم سراغ بعدی. حالا میخوایم از تعداد فصلاش استفاده کنیم.
خب زیرش یه تکس می نویسیم. تکس ما به چه صورته؟ به این صورتی که یه نوشته سی سنس داره و خب این تعداد فصلش از نوع اینته. درسته؟ الان من بیام تو سریز میبینید که تعداد فصلش از نوع اینته. پس ما یه نوشته ای باید اضافه کنیم به این اینت بچسبونیم. پس این متغیر پنج، این مقدار پنجی که داره تغییر میکنه و این سیزنس یه چیز ثابتیه این بسن. نامیم سریز کار میگو اول اصلا سیزنس و علامت دلار ویجت داد سریز داد سیزنس. استایل بهش میدیم. الان ایجاد شده این قسمت ولی سیاه مشخص نمیشه. اول از همه رنگ سفید باشه. فونت سایز تمام و اندازه که میخوایم باشه این 400. خب ببینید که داره نمایش داده میشه و خب اینو به هم به شدت چسبیدم. مشکلی نداره اینو ما پایین تر درست میکنیم. خب یه تکس دیگه هم میخواییم واسه ژانرش. این خب یه تکس ویجت دات سریز دات ژانرش. یه استایل سریع بهش میدیم. این تکس استایل ورز اپلاید فونت سایز سایز دات فیکس دات 400. خب اینجا ما میبینیم که این ستا بیشترین فاصله را از هم دارن. خب بخواهیم فاصله را ایجاد بکنیم main access alignment بدیم. این main access alignment space fit me یعنی بیشترین فاصله را از هم بگیره. خب ویجت اول میچسبه بالا، ویجت پایین میچسبه پایین، اینا وسط و وسط قرار میگیره. میبینید که لیست ما داره کامل میشه. خب اگه دقت بکنید این دوتا لیست ما یه تفاوتی دارن و تفاوتشون تو این دکمه اده. به چه صورته؟ به این صورتی که خب برنامه مثلا یه لیستی داریم، مثلا فیلم های جدید داره نمایش میده، سریال های جدید رو نمایش میده و خب اینجا یه دکمه ادی واسه اختصاص میدیم که اگه کاربر مثلا سریال خوشش میاد دکمه ادش رو بزنه و این لیست اضافه بشه. و خب این مای لیست ما یه دکمه ادو نیاز نداره چون وقتی داخل این لیست داره نمایش داده میشه یعنی اون دکمه ادو داره. و خب ما الان نمیخوایم مثلا یه جوری درست بکنیم که دکمه زد وارد این لیست بشه و این لیست پایینی ما تغییر بکنه. فقط میخوایم مثلا ظاهرش رو درست بکنیم که لیست اول ما این دکمه رو داشته باشه، لیست دوم ما نداشته باشه. برای این کار تو این سریز لیست ما باید یه متغیر تعریف کنیم و این متغیر مثلا قرار پاس داده بشه به کلاس بعدی. خب میگیم فاینال یه متغیر انو بولین تعریف میکنیم، اسمش هم میذاریم add to. و this dot add to مقدار پیش‌فرضش هم بهش فالس میدیم. پس یه لیست ما تو واقعیت اون دکمه ادو نداره، درسته؟ در حالت پیش‌فرضش، مگه اینکه ما بهش بگیم این مقدار add to برابر باشه با true. و خب ما چون تو اول لیست میخوایم مقدارش رو تو رو قرار میدیم و این متغیر ما الان مثلا از هوم اسکرین فرستادیم سریز لیست، باید از سریز لیست بفرستیم به سریز کارت. میام داخل سریز کارت یه متغیر تعریف میکنیم تحت عنوان add to، دقیقا همون متغیر رو داریم پاس میدیم. میتونیم اینجا اسمش هم عوض بکنیم، فرقی نمیکنه. من حالا اسمش رو تغییر میدم که متوجه فرق این دوتا بشید. خب کاملا درسته. خب ما این پوزیشن رو میبندیم، یه پوزیشن دیگه اضافه میکنیم
میگیم خب این باید اول از همه پایین بچسبه و سمت چپ. میخوایم روی صفحه باشه، پس داخل همین استک رو استفاده میکنیم. این پوزیشن اول ما بود، اینم روی این پوزیشن قرار میگیره. پس یعنی چی؟ یعنی این ادتوی که ما قرار اینجا ایجاد کنیم در واقع داره روی این کانتینر سیاه رنگ شفاف ایجاد میشه. باز این چیز شفاف قرار روی این عکس ایجاد بشه، ویجت ها دارن روی هم ایجاد میشن. خب مشخصا ما اینجا یه به عنوان چایلدش یه کانتینری نیاز داریم، یه چیز مربع مانند تو این سایز بکنم مناسب باشه، حالا مربع هم نشه بهتره چون به نظرم اینجا حالت مستطیل داره. نه مستطیل باشه بهتره. خب اینجا قبل اینکه این پوزیشن تعریف بشه میگیم اگر این ویجت از توی ما مقدارش طولو باشه باید ایجاد بشه دیگه. میگیم خب اگر این is dot is at two، اگه به این صورت بنویسید یعنی خب ویجت از توی ما اگر مقدارش طولو باشه در این صورت این علامت سوال به این صورت کار میکنه. اگر درست باشه خواهی این پوزیشن ایجاد بشه، در غیر این صورت خب یک کار دیگه قرار رو بکنیم. خب بهش کالر میدیم، میدیم رنگ قرمز باشه، چایلد بهش میدیم، میدیم خب چایلد اول از همه سنتر باشه. خب سنتر ما یه تکسی بگیره تحت عنوان اد و بهش استایل میدیم. خب رنگش سفید بود. یکم هم زخامت بهش میدیم. پس ما این نوشته ادو به عنوان چایلد این کانتینر اول از همه هم یه چایلد سنتر قرار دادیم که این نوشته اد توی ما بیاد وسط به واسطه این ویجت. خب تمامه. میگیم خب اگر این اد توی ما درست بود این پوزیشن ایجاد بشه، در غیر این صورت خب ما میخواییم مثلا نباشه. خب به نباشه میگیم از یه سایزت باکس داد سن شرینک استفاده کن. خب یه تست بگیریم ببینیم چجوریه. یه مقدارش نباید نال باشه. خب ما اینجا ذات پیشفرض باید بهش مقدار میدادیم. خب اینجا ما تعریفش نکردیم، نگفتیمش. میگیم این is at two مال سریز کارته که ما مثلا اینجا باز این لیست رو داریم که از هوم اسکرین گرفتیم و اینجا باش انتقالش بدیم. میگیم خب باشه add to widget to that. میبینید که ایجاد شد. حالا اگه بخوام یکم اصلاحش بکنیم به چه صورته، میگیم خب hated باشه به این صورت. خب دقیقا شد همون چیزی که ما میخواستیم. حالا اگه بخوام توضیح بدیم، ما اینجا یه متغیر اتوی داشتیم که دو بار مثلا پاس داد شد. اول از همه اینجا بهش دادیم گفتیم مقدار برابر باشه با تو، درسته؟ پس این سریز لیست ما میگیم خب این اتوش مثلا باشه مقدارش تو رو باشه. بعد اگه سریز لیست دیگه تعریف کنیم که مثلا مقدارش رو فالس بدیم، خب این مثلا دیگه نیست. خب این متغیر اتوی ما رفت داخل سریز لیست به این صورت. بعد باز ما اینجا همین متغیر رو پاس دادیم بهش به کجا؟ به سریز کارت. با این تفاوت که اینجا خب اسمش عوض کردیم، در واقع این همونه ولی خب اسمش عوض شد. بودیم ایز اد تو باشه اد تو و خب چون اینجا مقدارش تو رو قرار دادیم میبینی که به این صورت ایجاد شد. حالا اگه بخوایم لیست پایینیش رو ایجاد بکنیم به چه صورته؟ ببینیم ما اینجا باز یه همچین ویجتی داریم که اینجا هم استفاده کردیم، اسمش بود ریچ تکست ویت سی آر. میتونیم دوباره همین رو فراخونیش کنیم به چه صورت؟ به همین راحتی. وقتی اونجا ما به صورت کلاس تعریف کردیم الان خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. بس تایتل اولش رو میذاریم مای، تا
تایتل دوم رو میذاریم لیست. ببینیم به چه صورت میشه. میبینید که اینجا برامون ایجاد شد. حالا ما این سریز لیست ما یه رنگ آبی اینجا داره که من اون موقع نوشته بودم که اندازه‌شو بفهمیم الان میتونیم پاکش کنیم، به دردمون نمیخواد. خب میبینید که مای لیست ما اینجا این چیزی که میخواستیم ایجاد شد. حالا دوباره باز از همین سریز لیست استفاده میکنیم. میگه خب لیستت باشه مای لیست فیلم. مای لیست فیلم چیه؟ مای لیست فیلم این لیستی که ما اینجا تعریف کردیم تو دیتا. و خب میبینید که مثلا مدل اولش ویزه، بعدش مثلا اسکوید گیم و متفاوت با اون یکی دیگه. به این صورت این ایز اد تو رو میکنیم فالس. خب این برنامه به چه صورت میشه؟ و خب خیلی راحت تونستیم دوباره ازش استفاده بکنیم. چرا؟ چون ما اینجا به صورت کلاس تعریف کردیم و خب چون انقدر خوب و کامل نوشته بودیم که الان ما میتونیم حتی لیست سوممون هم زیرش اگه خواستیم میتونیم راحت ایجاد کنیم. یعنی زحمت الان لیست سوم اینه که من همینو کپی بکنم و یه لیستش رو تغییر بدم فقط. حالا ما خواهیم چیکار کنیم؟ میخوایم هر کدوم از این کاردا این قابلیت داشته باشن که روشون که زدیم یک صفحه دومی باز بشه مختص به همین مثلا کاردمون. به چه صورت؟ به این صورت که خب این مثلا مدل سریزی که گرفته بودیم و پاس بده به یک صفحه دومی، صفحه دوم ما اطلاعات بیشترش رو نشون بده. و خب اگه مثلا ما روی این زدیم صفحه مربوط به مانی هایست باشه، واسه این زدیم واسه بریکینگ بد باشه. و خب کلا میخوام شما رو با جابجا شدن داخل صفحات مثلا آشنا بکنم که ما روی دکمه زدیم روی این کار زدیم وارد صفحه بعدی بشه. واسه این کار ما اول از همه نیاز داریم به یه صفحه جدید داخل اسکرینزمون که مربوط به قرار بود صفحاتمون باشه. یه دونه فایل ایجاد بکنیم تحت عنوان سریز اسکرین موبایل. این صفحه دوم، صفحه اول هوم اسکرین بود، صفحه دوم سریز اسکرین. خب ایمپورت میکنیم متریال دات دارت، یک کلاس استیتفول ایجاد میکنیم تحت عنوان سریز اسکرین موبایل. مثل اینجا یه اسکافلد بهش میدیم، خب بکگراند کالرت باشه مثلا قرمز. میام داخل سریز کاردم. اینجا کانتینرمون رو ارث بری میکنیم. میگیم این کانتینر ما از یه ویجت دیگه ارث ببره تحت عنوان گستر دتکتر. یعنی چی؟ یعنی گستر دتکتر باشه والدش. گستر دتکتر کلی تابه داره. نمیدونم مثلا یه بار روش بزنیم، دو بار روش بزنیم، روش نگه داریم. و خب موارد متفاوتی زیاد. ما با آن تبش کار داریم. به این صورت که ما میتونیم به این صورت بنویسیم خب آن تب. بعد واسه جابجایی از نویگیشن استفاده میکنیم. این نویگیشن نویگیتور دات پوش این کانتکست ما با عنوان روت میدیم متریال پیج روت برای مقدار بیلدر می خب بیلد کانتکست کانتکست و درست ریتر کن. خب اسم اون صفحه‌ای که قرار جابجا بشیم یعنی صفحه مقصد رو سریز اسکرین موبایل سمی کار نمیشه فراموش نکنیم. خب یه هات ریلود میکنیم ببینیم برنامه چه صورت کار میکنه. این صفحه دوم ما صفحه سریز اسکرین ها. یعنی ما از صفحه هوم اسکرین جابجا شدیم به صفحه سریز اسکرین با هر بار زدن روی ویجت. و دوباره باز اگه دکمه عقب رو بزنیم ببینیم که برمیگردیم صفحه اولمون.